بیخوابی خطر بروز مشکلات ذهنی در دوران پیری رو افزایش میده. محققان فنلاندی با مطالعه عادات خواب و توانایی‌های شناختی 3748 شرکت کننده فهمیدند که اختلال خواب توی افراد میانسال خطر بروز مشکلات شناختی توی سالهای بعد رو افزایش میده. محققان توی گزارش خودشون گفتن که بیخوابی ممکنه به بروز اختلال در حافظه، تمرکز و توانایی یادگیری منجر بشه. در واقع افزایش طول دوران بیخوابی باعث تشدید زوال عملکردهای مغزی توی سالهای پیری میشه. در حالی که بهبود علائم بیخوابی میتونه به سلامت عملکردهای ذهنی در دوران کهنسالی کمک کنه. همراهان چنل ساینتیا سلام. لطفاً همین ابتدای ویدیو به چنل ما سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم برای دیدن ویدیوهای جدیدمون روشن کنید. حالا با هم بریم ببینیم بیخوابی چه تأثیراتی روی عملکرد مغزمون میذاره. بیخوابی یا کمخوابی یک علامته که فرد به طور مستمر به خواب نمیره. به عبارت دیگه مشکل در به خواب رفتن، بیدار شدن مکرر در خلال شب همراه با ناتوانی یا اشکال در به خواب رفتن مجدد، بیدار شدن خیلی زود در صبح و خوابی که باعث تجدید قوا نشه رو بیخوابی میگن. بیخوابی یکی از اختلالات خوابه که توی روانشناسی خواب مورد مطالعه و بررسی قرار میگیره. ناتوانی در به خواب رفتن یا ناتوانی در خواب موندن توی مدت طولانی یا خواب عمیق رو کمخوابی میگن. کمخوابی در واقع خودش بیماری به حساب نمیاد، بلکه جزء علائم بیماری محسوب میشه. ارتباط بین داشتن خواب کافی و عمیق با سلامت ذهنی. پیش از این محققان از ارتباط بین داشتن خواب کافی و عمیق با سلامت ذهنی و فیزیکی آگاه بودند. با این حال توی هیچ کدوم از مطالعات قبلی به اندازه یه تحقیق فعلی به پایش سلامت افراد در دراز مدت پرداخته نشده بود. چرا که در این مطالعه ارزیابی ثانویه درباره سلامت ذهنی داوطلبان 15 تا 17 سال بعد از ارزیابی های اولیه انجام شده. در نتیجه افراد میان سال شرکت کننده در مرحله اول مطالعه موقع انجام ارزیابی های مجدد به سن بازنشستگی قانونی رسیده یا به دلایل از کار افتادگی بازنشسته شده بودند و یافته های مطالعه نشون میده که علائم بیخوابی توی دوران اشتغال میتونه خطر زوال توانایی های شناختی رو افزایش بده. تحلیل ها نشون میده که افزایش گلایه مندی از عادات خواب با بروز مشکلات جدی در عملکردهای ذهنی شناختی ارتباط مستقیم داره. آیا بیخوابی علت افزایش خطر زوال ذهنیه؟ اینم بگیم که محققان توی این مطالعه دلیل وجود چنین ارتباطی رو بررسی نکردند. با وجود این، قبلاً مطالعاتی در زمینه احتمال تأثیر درازمدت بعضی از فعالیت‌های مغزی روی عملکردهای ذهنی افراد انجام شده بود. توی افراد مبتلا به اختلال خواب، توانایی‌های شناختی از بعضی از فعالیت‌های خاص توی مغز تأثیر می‌پذیره. فعالیت‌هایی مثل عملیات پاکسازی مغز از مواد زیان‌آور که موقع به خواب رفتن مغز فعال میشه یا فرایند تثبیت خاطرات که توی مرحله حرکت تند چشم در خواب شروع میشه. محققان میگن تشخیص زود هنگام اختلال خواب و درمان اون به احتمال زیاد میتونه از بروز مشکلات سلامت مغزی و حتی بیماری‌هایی مثل آلزایمر جلوگیری کنه. با اینکه تحقیق فعلی به طور قطعی علت این موضوع رو مشخص نکرده. به عبارت دیگه به وضوح نمیدونن که آیا بیخوابی علت افزایش خطر زوال ذهنی هست یا نه. ولی کشف ارتباط بین این دو میتونه موضوع مطالعات آتی باشه. محدودیت مطالعات. محققان معتقدند که روش‌های مختلفی برای افزایش کیفیت خواب وجود داره. از جمله داشتن ریتم منظم خواب و مدیریت بهتر محیط خواب، مثلا از لحاظ دما، نور، تنظیم عادات غذایی، برای مثال مدیریت مصرف قهوه. اینجا لازمه به بعضی از محدودیت‌های مطالعه فعلی هم اشاره کنیم. این تحقیق به جای مشاهده مستقیم و بررسی عینی وضعیت شرکت کنندگان از طریق خود اظهاری اونها انجام شده. بنابراین درستی و دقت داده‌های به دست اومده از این مطالعه
به این بستگی داره که شرکت کنندگان چقدر از وضعیت خودشون آگاه یا توی گزارش اون صادق بودند. موضوع بعدی اینه که فقط توی ارزیابی ثانویه از مشارکت کنندگان درباره مشکلات ذهنی اونها پرسش شده. با این حال نتایج این تحقیق به عنوان بخشی از پژوهشی بزرگتر به اسم مطالعه سلامت هلسینکی درباره ارتباط بین اختلال خواب و زوال فعالیت‌های مغزی میتونه مسیر رو برای مطالعات بعدی و ارزیابی‌های بهداشتی دقیق‌تر هموار کنه. به نظر میرسه بیخوابی علاوه بر عوارض کوتاه مدت در بلند مدت هم روی عملکرد مغز اثر گذاره. امیدواریم این ویدیو براتون جالب بوده باشه. حالا شما به ما بگین انواع بیخوابی چیه؟ عوارض کمخوابی علاوه بر عوارض مغزی چه چیزهای دیگه ایه؟ خوشحال میشیم نظراتتون رو برامون کامنت کنین و اگر این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً و حتماً لایک کنید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.